می‌فرماید و ضرورت است عقل خود را با عقل دیگری یار کردن. خب چون انسان خود را خیلی عاقل‌تر از دیگران می‌داند، ضرورت است که عقول در کنار هم باشند و قصه‌ای که راجع به مشورت هست و حتی به پیامبر اسلام خداوند می‌فرماید که وشاور هم دلند با مردم خود و با مریدان خود و با کسانی که دنبال روی تو هستند با آنها نیز مشورت کن و مشاوره کن، در همه موارد یا در جایی که می‌فرماید و امر هم شورا بینهم و امر ایشان امر مسلمین، شورا کردن است با یکدیگر و میان یکدیگر به شورا اقدام کردن. این شورا همان مشورت است و آن مشورت عقلانی است که همین مربوط است به عقل جزئی. خب ضرورت است که عقل خود رو با عقل دیگری یار کردن و یا با عقل دیگری، یکی ضرورت است که این عقل جزئی را به آن عقل کلی متصل کنم. این یک ضرورت، اولین ضرورت. اگر عقل معاش با عقل کلی سازگار نباشند، البته این عقل معاش و عقل جزئی انسان رو به بیراه خواهد کشاند، به شرطی که این عقل متمکن باشد به عقل کلی قابل قبول خواهد. و مسئله دوم این است که این عقول جزئیه رو باید به هم پیوند داد و این عقل‌های جزئی که هر یک از انسان‌ها دارن می‌بایست که در یک جا مجموع شود، مجتمع شود و از برایند اینها مسائل خوب و عالی به دست بیاد. از برای آنکه عاقل تمام که دانای کامل است نادر باشد. کسی که عاقل تمام است و دانای کامل باشد این بسیار کم است. و دیگران یا نیم عاقل باشند و یا بی عقل. افراد رو به سه قسمت تقسیم کرده است. آنهایی که عاقل کلن، بسیار عاقلن، و آدم هایی که اصلا عقل ندارن و کلن بی عقلن. در بین اینها نیمه عقل هایی هستن که نه عقل دارن و نه ندارن و یا هم عقل دارن و هم ندارن. از این جهت هست که هم از جنبه اثباتی و هم از جهت سلبی این عقل ممکن است در انسان ها باشد. و می توان گفت که غالب انسان ها از این نوع هستند. غالب انسان ها هم عقل دارند هم عقل ندارند و یا نه عقل دارند و نه عقل ندارند. و از این جهت هست که این عقل های ناقص اگر کنار هم بیاید می تواند در حال یک ثمره ای داشته باشد. در زندگی روزمره هم چنین است که انسان‌هایی که عاقلند اینها عقلشان را مجتمع می‌کنند، جمع می‌کنند و روی هم می‌گذارند تا اینکه به نتیجه مناسبی برسند. این مسئله مهمی است. می‌فرماید که دیگران یا نیم عاقل باشند و نشانه ایشان آن است که بدانند که ندانند. خب نیم عاقل ها کی هستند؟ اونایی که می‌دانند که نمی‌دانند. و این خود پیشرفت خوبی است. میدانند که عقل چندانی ندارند، میدانند که عقل انسان به قول انسان ها پار سنگ برمیداره، میدانند که این عقل چندان هم کامل نیست. آنهایی که خود را عقل کل میدانند، البته مانند کسانی که خود را علم کل میدانند، اینها در ضلالت و گمراهی خواهند. خیلی از مسائلی که وجود دارد و اتفاق می افتد به خاطر این است که انسان ها یا علم خود رو کامل می دانند یا عقل خود رو کامل می دانند. علم چون نیاز به یک سری مدارک است، شاید هر کسی نخواهد که بگوید که من علمم کامل است. اما عقل رو همه معرفت ادعا دارند چون هیچ ابزاری برای سنجش آن نیست. علم رو می توان سنجید، مثلا یک سخن علمی از کسی بپرسیم و وقتی توانست جواب بگوید معلوم است که علم دارد و اگر نتوانست معلوم باشد که علم ندارد. اما عقل رو هیچ در حقیقت زمینه ای نیست و هیچ ابزار نیست که ما عقل رو بفهمیم. یک کودک، یک نوجوان خود رو عاقل‌تر از
کسانی میداند که مثلا 70-80 ساله هستند و جوانان ما البته غالبشان خود را عاقل‌تر از پیران ما میدانند. حال آیا چنین است یا چنین نیست؟ مثلا. و جالب این است که شما وقتی که درجه علم رو در افراد در سطح پایین میبینید، هر که علمش بیشتر ادعایش بیشتر، هر که علمش کمتر ادعایش بیشتر، و هر که علمش بیشتر ادعایش کمتر است. میبینید یک کسی هست، علامه‌ای هست، انسان بزرگی است، وقتی یک سوال از اون میکنید میگوید من راجع به این فکر نکردم. اما کسی که هیچ نمیداند، یک سوال از اون بکنی از همه جا جوابت را خواهد داد، چرا که نمیداند و به جهل خود واقف نیست. انسان ها غالبا چنین هستند، غالبا علم های نیم بند و علم های بسیار اندکی که دارند، و اون علم ها هم به قول مولانا تقلیدی است، نه جوششی و از درون نیست، از این جهت خود را عالم میدانند. شما در یک جمع ملاحظه بفرمایید، یک مطلبی رو مطرح کنید، بی سوادترین آن جمع زودتر از همه به سوال شما پاسخ خواهد داد. بی سوادترین شخص تلاش خواهد کرد آن سوال شما رو جواب بدهد. اما کسی که میداند، او میداند که نباید چنین گفت، میداند که باید احتیاط کرد. این مسئله بسیار مهمی است. در عقل این مسئله غامزتر است و پیچیده‌تر است. همه خود رو عاقل می‌دانند. و مولانا در جاهای دیگر می‌گوید، راجع به فرعون وقتی صحبت می‌کنند می‌گوید فرعون یک مشکل عمده داشت، آن همین بود که خود رو عاقل می‌پنداشت، می‌اندیشید که بسیار عاقل است و موجب هلاک فرعون این بود که بر عقل خود تکیه داشت و می‌گفت من عقل ملک و مملکت دارم، این موسای جهان چه می‌خواهد به من بگوید؟ من سالهاست دارم این مملکت عظیم رو میگردانم، حال یک موسایی پیدا شده است، آن کسی که خودم بزرگش کردم و او آمده است بر من خورده میگیره که چنین کنم که من نکنم، مگر من نمیدانم؟ آمده است میگوید که خدا رو، خدایان خود رو رها کن، یا میگوید که تو خدا نیستی و خدای دیگری رو برای من معرفی میکنه. اینجا بحث مهمی است که انسان عاقل البته میبایست خود رو متصل به عقل کل کند که خداوند است، اگر چنین نکند این عقل او هیچ بهره‌ای برای او نخواهد داشت. نیم عاقل کیست؟ کسی است که بداند که نداند. آن شعر مشهور را همه شنیدیم و همه از حفظ هستیم، اشکال نداره یک بار هم مرور کنیم. میگوید که هر کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. هر کس که بداند و نداند که بداند، بیدار کنیدش که بسی خفته نماند. هر کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به جایی برساند. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهانه. یعنی این که آن کس که میداند و میداند که میداند، خب خیلی کم است کسی که بداند و نداند که میداند، این بسیار کم است. ولی کسانی که نمیدانند و نمیدانند که نمیدانند، اینها واقعا معضل و مشکل بزرگی هستند. و این مسائل رو به دیگران انتقال ندهیم. من که این سخن رو میگم، خود باید اولین مخاطب این سخن خود باشم که اگر من نمیدانم و نمیدانم که نمیدانم، باید حواسم جمع باشه. ما وقتی که مولانا در جایی از فرعون سخن میگوید و وقتی که فرعون در برابر موسی تمرد میکنن، بحث‌های رو مطرح می‌کنند. آخرش سخن خیلی زیبایی دارد مولانا، میگوید آن فرعونی که من گفتم، تو فکر نکن که
در طول تاریخ بوده است. این فرعونی که من گفتم یک فرعون تاریخی است، در تاریخی در زمانهای قبل مثلا 3500-600 سال قبل بوده است و چون این کارهای ناشایست رو انجام میداده است که ما وقتی میگوییم فرعون میگوییم به خدا پناه میبریم از اینکه فرعون باشیم و همراه فرعون باشیم. مولانا میفرماییم فرعون همان نفس توست، جای دیگر نرو. وقتی که فرعون رو محکوم میکنیم آن فرعون در درون تو هست. معمولا ما فرافکنی میکنیم وقتی که میگوییم که کسی که نمیداند و نمیداند که نمیداند، من توجه هم به اطرافیان خود هست و فکر کنم من میدانم و میدانم که میدانم. مشکل از همین جا آغاز میشود که کسانی که خود نمیدانند خود رو دانا میدانند و این اساسا شرط علم هست. هیچ نمیداند از هیچ چیز اما خود رو عالمترین و دانشمندترین داند. بیسوادترین افراد ببینید در همه مسائل نظر میدهند. سرتان درد کند یک آدم بیسواد به شما حتما یه نسخه‌ای خواهد. یک آدم بیسواد اگر شما مثلا یک اظهار نظری در یک جایی بکنید حتما اظهار نظری خواهد کرد، ولی کسی که باسواد است و با معلومات است و علم دارد او سخن نخواهد گفت تا اینکه از او بپرسند، تا اینکه به او بنمایند که اکنون باید چه کرد. این که انسان بداند که نمیداند آن وقت دیگه اون نیم عاقل شد، یعنی نصف عقلش رو به دست آورد. وقتی انسان فهمید که نمیداند آن وقت نیم عاقل شد. یا نیم عاقل باشند و نشانه ایشان آن است که بدانند که ندانند، یا غافل محض که به هر حالی نمیدانن که نمیدانن. اینها دیگر حسابشان دوتاست. پس اگر توجه به جانب عقل کامل کنند، یا عقلشان به کمال رسد یا از مرتبه جهل به عقل رسند. اگر توجه به جانب عقل کل بکنند، عقل کامل بکنند، به خدا توجه کنند، از آن جهت عقلشان به کمال خواهد رسید. مولانا در جاهای دیگر می‌فرماید که ای بشر عقل تو ناقص است، تو عقل العقل هستی و نیم عاقلی. این پیامبران و این اولیا که عاقلان کلن و از جانب عاقلان کل آمدن، اینها برای این آمدن که آن عقل ناقص تو رو تأیید کنن و او رو استوار کنن و او رو به سمت کمال ببرن. اصلا چه نیازی داشت که انسان‌هایی که میگوین خب ما با عقل خودمون میتوانیم راه خودمون رو پیدا کنیم، خدا به من عقل داده از خودم میتوانم راه رو از چاه تشخیص بدم، خدا به من عقل داده من میتوانم، اگر این چنین بود، اگر عقل من کامل بود، خدا به من چرا پیامبران رو فرستاد که واسطه شدن میان عقل کامل، عقل کل و عقل جزئی ما. خدا به من منت بر انسان‌ها گذاشت و خداوند ممنون لطف فرمود که لطف به اساس قاعده لطفی که شیخ طوسی گفته است میگوید که این که مهمترین دلیل برای این که نبی لازم است و انبیا باید فرستاده شوند، مهمترین دلیل برای این که امام لازم است و باید باشد، شیخ طوسی رحمت الله علیه میگوید قاعده لطف است، یعنی خداوند لطیف است و هو اللطیف الخبیر. خداوند که لطیف است و لطف می کند، لطف او، مهمترین لطف او به ما این است که عقل کل رو در حقیقت به ما عرضه می کند و توسط کسانی که از جانب آن عقل کل آمده اند به ما ناقص العقل ها آمده اند تا چیزایی رو بگویند و عقل ما رو مجتمع کنند و عقل ما رو با آن عقل اضافه کنند و نهایتا ما به جایی برسیم. وگرنه اگر ما عاقل بودیم این همه ارسال رسول و کتب نیازی نبود این همه کتاب آسمانی بفرستد، نیازی نبود این هزاران هزار نبی فرستاده شود، نیازی نبود این همه امامان و اولیای الهی باشند. اینها آمدن تا از جانب عقل کل عقول ناقص ما رو تکمیل و کامل کنند. کما اشار الیه حضرت المولوی المعنوی قدس سره، عاقل آن باشد که او با مشغله است، او دلیل و پیشوای غافل است.
مشعل یعنی کسی که مشعل داره، مشعل علامت نور است. انسان باید مشعل نور داشته باشد، یعنی کسی داشته باشد که به نور آن بتواند ببیند. این انبیا چه میکنند؟ عقل ما عقل کور است، عقل جزئی عقل کور است. بایستی انبیا و اولیای الهی باشند تا این مشعل رو به دست بگیرند یا به دست ما بدهند که ما بتوانیم به وسیله آنها راه رو پیدا کنیم، وگرنه ما آن راه رو گم میکردیم، چنانچه خیلی گم کردند این راه. عاقل آن باشد که او با مشعل است، با نور ربوبیت حرکت میکند. او دلیل و پیشوای قافله است. او دلیل است، دلیل یعنی راهنما، راهنما و پیشوای قافله بشریت است. قافله بشریت رو به سمت حقایق میکشاند. پیرو نور خود است آن پیش رو، تابع خیش است آن بی خیش رو. اولا او خود از خود علم و عقل میزاید. او نور دارد. در قرآن آیه‌ای هست که یسعا نورهم بینهم، خیلی زیباست، می‌فرماید که نور افراد خاص و نور اشخاص خاص بین یدی آنها در مقابل آنها پیش می‌رود، سعی می‌کند، حرکت می‌کند. یعنی نور انسان‌ها، چون نور ذاتی است، از آنجا گرفته‌اند، از جانب خدا آمده‌اند، از خدا گرفته‌اند و این نور در جلوی روی آنها هست و همیشه راه رو می‌بینند و ظلمت بر آنها کارگر نیست. پیرو به نور خود است آن پیش رو، آن پیش رو، آن امام، آن نبی، آن ولی الهی نوری دارد. این نور از کجا آمده است؟ از جانب خداوند آورده است. العلم نور یخسف الله فی قلب من یشاء. خداوند آن عقل کامل و عقل کل، آن نور رو در وجود او آفریده و او هم عقل کل شده است. پیرو به نور خود است آن پیش رو، تابع خیش است آن بی خیش رو. درست تابع نور خود هست اما بی خیش است. خیلی زیباست، پارادوکس خیلی زیبایی. این که انسان تا بی خیشتن نباشد و خود خود رو رها نکند و به او نرسد، آن عقل کل به او این مرتبه را افاضه نخواهد فرمود. اول باید نبی بیاید، از خود فارغ شود، از خود خارج شود، از خود بیرون شود و هویت خود و فردانیت خود رو کنار بنهد، از خود دور شود، خود رو کنار بدهد، از خود فانی شود. وقتی چنین شد، آن وقت به عقل حق باقی خواهد شد. درست است که الان با نور خیش است که می رود، اما قبلا بیخیش شده است که توانسته است به نور خیش برسد. ممکن نیست انسان در مسیری باشد و بدون اینکه از خیش دور شود، آن نور ازلی و ابدی در دل او تلالو کند. ابتدا می بایست که بی خیش شود، از خود خارج شود، همه او شود، همه او شود. در این صورت هست که آن عقل کل، آن علم کل، همه آنها در وجود او به وجود خواهد آمد. دیگری که نیم عاقل آمد، و خب صحبت نیم عاقل ها رو من کرد. نیم عاقل ها چه کسانی بودن؟ آنهایی بودن که نمیدانن و میدانن که نمیدانن. دیگری که نیم عاقل آمد، و عاقلی را دیده خود داند. خب یا بخونیم عاقلی یا بتونیم عاقلی را، هر دو ممکنه بخونیم و صحیح هم هست. اون که نیم عاقل است، خب عقلای دیگر، عاقلان دیگر رو یا خود عقل رو میتواند که دیده خود بداند، به وسیله عقل ببیند و تفکر کند. دست در وی زد چو کور اندر دلیل، تا بدو شد چست و بینا و جمیل. میگه ما انسان ها کور هستیم. آیا کوری همینطور خودش میتواند راه رو بگیرد برود؟ بهترین کار و بهترین چاره برای کور چیست؟ این است که از دست یک بینا بگیرد. دست در وی زد چو کور اندر دلیل، در راهنما کور دست میبرد و میگیرد، تا بدو شد چست و بینا و جمیل. چالاک شد، بینا شد و زیبا هم شد.
چرا بیمار شد؟ چون او میبیند و در حقیقت این هم به دنبال بینش او میفتد و چست میشود. دیدید که کوری اگر کمکش نکنن خیلی آرام آرام حرکت میکند، ولی وقتی دست کسی رو گرفت با اطمینان خاطر رو میداند مراقب اوست، با سرعت بیشتری حرکت میکند، چست و چابک و چالاک است. در اینجا هم چنین است، انسان هایی که میخواهند در راه معرفت قدم بردارند، در راه عرفان قدم بردارند، خود باشند، چند مشکل دارند. یکی این است که اینها ممکن است بگردند و چون راه تاریک است و مسیر بسیار تاریکتر است و وقتی که میچرخد ممکن است که بعد از 5 سال، بعد از 10 سال ببیند که در همان جایی است که از آنجا آغاز کرده است. هیچ حرکت زیادی کرده است ولی هیچ جایی نرسد. مانند اسب عصار می شود. اسبهایی که عصاران و روغنگیران قدیم استفاده می کردند، اینها اسب رو می بستند و یک طرف با چوبی می بستند و یک طرف هم یک سنگ بسیار بزرگ رو قرار می دادند. این اسب به شکل دایره وار می چرخید و آن سنگ بر روی دانه های روغنی می رفت و روغن جمع میشد از یک جایی میآوردن. یا حتی اسب تخان هم بهش میگن، اونهایی که گندم ها رو آرد میکردن. خب این اسب از صبح تا شب حرکت میکنند، اما چون چشمش بسته، چشمش هم میبندن. چرا میبندن؟ چون ممکن است سرگیجه بگیرن، بنابراین چشم اسب رو میبندن تا همینطور بدون مقاومت حرکت کنند. این اسب صبح شروع می کند تا شب. وقتی که صبح چشم بند می بندند شروع می کند، همان جا هست. و شب هم وقتی چشم بند رو باز می کنند، با این همه تلاشی که کرده است باز هم در همان نقطه است. کسانی که گمان می برند خودشان با عقل خودشان می توانند به جایی برسند، شبیه این اسب عصاری هم که نهایتاً چشم باز می‌کنن و می‌بینن، همان جا هستن. کسی که در این راه قدم برمی‌دارد، به خصوص در راه سیر و سلوک، البته و البته و البته باید دست به ذیل توجه یک عاقل کامل داشته باشد، کسی که با عقل کل ارتباطی داشته باشد، وگرنه غیر از اینها ممکن نخواهد بود. وان خری که از عقل خود گویی نداشت، خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت. یعنی خود که عقل نداشت، چون خر بود عقل نداشت، و از خریت خود چکار کرد؟ باز هم عاقلان رو رها کرد. یک خریتش به این است که عقل ندارد، دومین و بدتری خریتش این است که از یک عاقل استبداد نکرد، دست به زید یک عاقل نزد، زید دامن یک عاقل رو نگرفت. خب این خریت مضاعف می شود دیگه، که خود نداشته باشد و گمان برد که دارد. وان خری که از عقل خود بویی نداشت، خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت. ره نداند نی کسی رو نی خری، راه رو نمیشناسد، نه قسمتی از راه رو و نه خیلی از راه رو، هیچ نمیداند ننگش آید آمدن خلف دلیل. نشانه خریت او این است که ننگش می آید که به دنبال راه نما آمده. من دنبال این، مثلا این که کجا میتوانم، خود رو برتر میبینم و او رو کمتر می‌بینم، بنابراین به دنبال او نخواهد رفت. اینها آمدن، سناریب قریش آمدن و به پیغمبر گفتن یا رسول الله، ای محمد، اگر تو رسول خدا بودی، چرا خدا، اگر خدایت واقعا خدای مثلا عاقلیست، خدای خوبیست، چرا تو رو انتخاب کرد؟ مثلا تو چرا پیغمبر شدی؟ تو چه خصوصیتی داری؟ یکی گفت که من 10 تا پسر دارم، هر کدام شمشیر به دست. این اگه خدا میخواست که پیغمبر بیاورد و پیغمبر مبعوث کنه، خب من که بهتر از تو بودم. تو یه پسر هم نداری که ازت حمایت کنه. من 10 پسر داشتم، ازم حمایت میکرد. اگر خدا میخواست، ما که پول داریم این همه، چرا تو یه فقیر را بود؟
چرا تو یتیم را آورد و پیغمبر کرد؟ تو چه داری که ما به دنبال تو بیاییم؟ واقعاً اگر حساب بکنید مسئله مهم نیست، مسئله بسیار مهم نیست. اگر من یک بحث مهمی رو خدمت همه دوستان عرض کردن، اینجا عرض نکردم ولی اینجا بگویم، اگر همین اکنون حضرت رسول صلوات الله علیه باشند در حضورش باشیم، آیا ما که اکنون اینقدر به ایشان ایمان داریم، آیا وقتی ایشان را دیدیم باز هم همان ایمان رو خواهیم داشت؟ چون ایشان از ذهن ما و از چشم ما دور هستند و ما ندیده ایم، ندیده عاشقشان شده ایم. ولی اگر ببینیم، خب پیغمبر در بازار مثلا، در خیابان مثلا تربیت مثلا حرکت کند، برای خود لباسی بخرد بفرست. مال حضرت رسول یمشی کل اسواق یعکل الطعام، در قرآن هست گفته این چه پیغمبریه؟ یمشی کل اسواق در بازارها داره راه میره، مثلا برای خودش برای خانواده چیزایی میخره و یعکل الطعام غذا میخوره، این چه پیغمبریه؟ لولا انزل الینا ملک، اگر این راست میگوید این عاقله، چرا خدا ملک رو نفرستاد که عقل کنن؟ این کیست که به ما فرستاده؟ یک یتیمی که ما به حسابش نمی آوردیم، نه پسر دارد، نه مال دارد، نه منال دارد، هیچی ندارد، نه مقام دارد، این کیست که فرست داره؟ آیا واقعا آن کسانی که می دیدن و اون ضوابط رو می دیدن دوباره همان ایمان رو به حضرت می آوردیم یا نمی آوردیم؟ غالب افراد وقتی اشخاصی رو در جلوی چشمشان ببینن زود از نظرشان میافتد. خب این قریشی های بیچاره هم که اینها رو نمیدونستن، گفتن خب چه شد؟ یک دفعه یه نفر بلند شد و گفت که من پیغمبر هستم، به من ایمان بیاوریم. خب خیلی ها بودن ممکن بود باور نکنن. همچنان که در ملاحم هست که اگر امام زمان علیه السلام ظهور بفرماید انشاءالله، خیلی ها انکارش میکنن، میگن نه بابا این که قیافش که به امام زمان میخوره، شما از کجا میدانی امام زمان چگونه هست؟ ولی میگوید من میدانم این نیست. و بیشترین مخالفان امام زمان علیه زمان چنانچه در ملاحم هست همین علمای اسلام هستن که خواهند گفت این نه، این امام زمان نیست. خب این چیز، این قصه چیه؟ قصه همین است که انسان انکار میکنند. انسان معمولاً از بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان دوست میدارد که امامش رو فجر کند، بشکافد. قرآن میفرماید که این انسانی که من آفریدم، خدا میفرماید من این انسان رو که خودم آفریدم میشناسم، میدانم چه معجونیست، میدانم کیست. این انسانی که من آفریدم، شما که نیافریدید، شما که خودتون نمیشناسید، من شما رو بهتر از همه میشناسم. بل یرید الانسان لیفجر امامه، امام یعنی آن اقصاری که با آن حیوانات رو میکشن، یه مقدار یه جوریه ولی حقیقت مطلبه. میخواهد بعضی از آن اسبهای چموش بعضی وقتا این رشته رو پاره میکنن، حرکت میکنن. قرآن میفرماید بل یرید الانسان به یفجر امامه، آنچه که آن امام خود رو فرج کند و بشکافد و بدون توجه به همه چیز حرکت کند. خب حال چگونه است؟ این یک حالت انسان نیست. انسان تمرد دارد از اینکه سر فرود بیاورد در مقابل یک انسانی مانند خود. اگر فرشته بود البته شاید میپذیرفت، میگفت شما از ما برترید، ولی این که فرقی نمیکنه. این همان عریس که مثلا فلانجا رفته فلانجا دیدیمش، این از کودکی ما دیدیم، تو مکه بود مدینه بود، همان عریس این الان اومده من میگه من امام هستم. خب چه میگیم؟ در مورد همه اینجوری بوده است و این مسئله مهم نیست. انسان میبایست عقل جزئی خود رو به عقل کل متصل کند، وگرنه راه به جایی نخواهد برد. ره نداند نی کسی رو نی قلیل، نه راه کم میداند نه راه زیاد میداند.
ننگ شاید آمدن خلق دلیل، ننگ ننگ دارد که به دنبال دلیل بیاید. نیست عقلش تا دم زنده زند، نیم عقلی نه که خود مرده کند. میگه اگر کسی بود مانند حضرت عیسی که عقل کل بود، میتوانست مرده ها رو زنده کند. انا احیی الموتا در قرآن هم هست که فرمود که من مردگان رو زنده می کنم. خب او که صاحب عقل کل بود میتوانست مرده ها رو زنده کند. و چه میکرد؟ میگوید نه اینها عقل کامل دارن و نه کاملا مردن. اگه مرده بودن و میگفتن که ما هیچ عقل نداریم، ما هیچ نمیدانیم، آن وقت عیسی نفسی پیدا میشد تا آن دم مسیحایی رو بر اینها میدمید و اینها هم زنده میشدن. یعنی کسی که عقل کل است و کسی که هیچ عقل ندارد، اینها دو راه دارند. کسی که عقل کل است، آنهایی که عقل ندارند رو احیا میکنند، زنده میکنند. و کسی که هیچ عقل ندارد و میداند که عقل ندارد، باز عیسی دمی میفرستد، خداوند آن عقل کلی میفرستد تا به او حیات ببخشد. اما کسانی که این وسط هستند، آنهایی که نیم عقل هستند ماندند، نه میدانند نه نمیدانند. استاد ما جناب استاد عابد تبریزی رحمت الله علیه، ایشان وقتی یک کسی خیلی اظهار فضل میکرد و میدید که ایشان خیلی سخنان نابجایی میگوید، میفرمود که فلانی شما نه میدانی نه نمیدانی. سخن زیبایی است. نه میدانی نه نمیدانی. اگر میدانستی که چنین نمیگفتی، اگر نمیدانستی که گوش میکردی تا صحیحش رو یاد بگیری، تو نه میدانی نه نمیدانی. این وسط، این خیلی بده. نه عقلت کامله و نه عقلت رو کنار گذاشتی که من هیچ عقلی ندارم. این وسط هستی، مانده ای که نیم عقل هستی. بدترین حالت هم همین نیم عقلیست که غالب انسان ها هم همان نیم عقل هستند. یا خود رو از آن نیم عقل خودت هم رها کن، بگو من هیچ نمیدانم، من اصلا عقل ندارم، آن من عقل کل به سراغت خواهد آمد و این راه برد هست. یا اینکه عقل داشته باش و دیگران رو احیا کن. مرده آن عاقل آمد او تمام، تا برآید از نشیب خود به بام، از پایین به بالا، از فرود به فراز برود. زنده نه تا همدمی عیسی بود. خودش زنده نیست که بتواند با عیسی همدمی کند. مرده نه تا دمگه عیسی شود، و مرده هم نیست که حضرت عیسی بیاید و دم خود رو، دم مسیحایی رو بر او بدمد. عقل کلت نیست خود را مرده کن، راه رو میدون. اگر تو عقل کل نداری خودت رو مرده کن، بگو من هیچ نیستم. آن وقت چه میشود؟ آن وقت عیسی نفسی، مسیحا نفسی میآید و تو رو احیا میکند. ولی وقتی که میگی من میدانم، میگی من زنده هستم، کسی تو رو احیا خواهد کرد؟ باید بگویی من مردم که کسی بیاید و تو رو احیا کند. وقتی خودت میگویی که من زنده هستم دیگر مطرح نیست. عقل کلت نیست خود را مرده کن، در پناه عاقل زنده سخن. عقل با عقل دیگر دوتا شود، نور افزون گشت ره پیدا شود. یک عقل با عقل دیگر دوتا میشه. این 5% عقل داره، اونم 5% میشه 10%. یه 10 نفر جمع بشن یه چیزی به هر حال ممکن است بشود. نفس با نفس دیگر خندان شود، ظلمت افزون گشته ره پنهان شود. عقل دیگر رو تایید میکنن و به نتیجه میرن. ولی نفس چه؟ نفس اگر با نفس دیگر باشد به گمراهی خواهد کشید، چون هر کدام به ذات خود برمیگردد. عقل‌ها اگر جفت بود سعادت هست، و نفس‌ها اگر با هم جفت بود شقاوت هست. عقل کل و نفس کل مرد خدا هست. عرش و کرسی را مدان کز وی جدا هست. عقل کل و نفس کل مرد الهی است، مردان الوهی هستند، انبیا، اولیا و اوصیا هستند، امامان هستند.
عقل کل و نفس کل مرد خداست. عرش و کرسی را مدام که از وی جداست. عقل کل اینجا نشان از عرش است و عرش رو عرفا به مثابه عقل کل گرفتن و کرسی رو به مثابه نفس کل گرفتن. این نظر ابن عربی هست، نظر مولانا هم همین است که در مدارجی که وجود دارد روزی راجع به عرش و کرسی البته سخن خواهیم گفت و نسبت اینها که با عقل کل و عقل با نفس کل چیست بحث اندکی کرده، این بحث بیشتر خواهیم کرد. عقل کل و نفس کل مرد خداست. عرش و کرسی را مدان که از ویدو داد. میگویند عرش، عرشی که گفتن الرحمن علی العرش استوا، اون استوای الرحمن بر عرش آن عقل است و عقل کل است که تابیده است و تافته است بر جهان. و کرسی چیست؟ کرسی همان صندلی که در آن عرش هست، آن کرسی هم همان نفس کل است. عقل‌های خلق عکس عقل اوست. عقل‌های خلق عکس عقل اوست. این هایی که ما میگیم فلانی خیلی عاقل است چیه؟ این همان عکسی است که از آن عقل کل گرفته است. عقل کل ها عقلی که بسیار عظیم است، آن تابشی دارد در این عالم، در عالم ناسود، که عقل های انسان های عاقل نشان است آن است و عکس آن است. حقیقت آنجاست و این معکوس آن و سایه آن همین عقل های ماست. عقل های خلق عکس عقل اوست، عکس عقل خداست. عقل او مشک است و عقل خلق بوست. او مشک است، بود همان عقل مردم. این مردمی که میبینید که عاقل هستند و یعنی عقل خودشون رو به عقل کل اتصال داده اند، آن مشک است، آن اصل زیبایی است، اصل بوی خوب است و عقل‌های انسان ها همان بوهای خوب هستند. آن عقل کل مشک است و این بو هست. مظهر حق است ذات پاکرون، زو به جو حق رازه دیگر کس مجو. ذات پاک خداوند مظهر حق است و محل ظهور حق است و حتی آن ولی الهی، آن نبی، آن رسولی که از ذات پاک آن نبی و رسول هم مظهر حق تعالی است. زو به جو حق رازه دیگر کس مجو. در بیان قصور عقل معیشتی و استخلاص از قید او که ضد عشق است و او را در راه عشق فدا کردن. بعد میگه که این عقل معاش که هست، من سعی میکنم انشاءالله رعایت کنم، 5-6 دقیقه بیشتر وقت بگیرم. هست عقل معیشتی قاصر است و دستش کوتاه هست. در بیان قصور عقل معیشتی و استخلاص از قید او، خلاص شدن و رها شدن از زنجیر عقل معاش، عقل جزئی که ضد عشق است. این ضد عشق چرا؟ چون که عقل معیشتی دو کار مهم انجام میدهد، جلب منفعت و دفع مضرت. میخواهد به دنبال منفعت برود و منفعت رو به سمت خود بگیرد و ضرری اگر بر او آمد او رو دفع کند. دو کار دارد عقل معاش اندیش و عقل معیشتی و عشق با هر دو اینا مخالف است. اولا عشق ضد عافیت است و اینکه نمیخواهد که وابسته به چیز دیگر و وابسته به این دنیا باشد و او را در راه عشق فدا کردن. میگه باید اون عقل رو باید در راه عشق فدا کنیم. مانند مجنون که در راه عشق لیلی آن چرا داشت، آن عقلی هم که داشت فدا کرد و بدون مباهات نانمودن، یعنی به عقل مباهات نکنه بلکه به جنونش مباهات کنه و رخت اقامت از بادیه این عقل به سرمنزل حیرت کشیدن. و این بادیه و این صحرای عقل که هست از اینجا به صحرای حیرت برود و متحیر باشد و در مقام حیرت وارد شود. کما اشار المولوی، تو تصور میکنی که این عقل دنگ، عقل بیهوده، عقلی که خود دنگ است، دنگ یعنی بیهوده، خلاف عقل صحیح، عقلی که خود چیزی ندارد، تو تصور میکنی که این عقل دنگ دارد از گلزار معنی بو و رنگ. آن گلزار معنی بو دارد. عقل جزوی عقل استخراج نیست، او نمیتوند از خودش چیزی ندارد، فقط چیه؟ سایه آن عقل کل است.
عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست. این فقط محتاج را نقل کن، قابل تعلیم و فهم است این خرد. اما این عقل، عقل جزوی قابل تعلیم است، میتوان عقل رو تعلیم داد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. ولی چه کسی میتواند او رو تعلیم دهد؟ صاحب وحی. آن وحی باید بیاید تا او رو تعلیم دهد. این نجوم و طب وحی انبیاست، عقل و حس را سوی بیسوره کجاست؟ میگه این نجومی که خواندن، این طبی، این رو همه علوم کردن، همه وحی انبیا هست. عقل و حس بدون سوره های قرآن، بدون اینکه انسان به سمت قرآن برود، به سمت وحی برود، این عقل و حس کجا میتواند انسان ببرد؟ هیچ جایی نمیتواند. جمله حرفت ها یقین از وحی بود. همه حرفه ها، همه پیشه ها، همه کارها، کسب و کارها، همه صنایع از وحی بوده است. اول اون لیک عقل را فزود. میگه اول هر صنعتی وحی بوده است و از طریق پیامبران آمده است. بعدها عقل بشر هم اون رو اضافه کرد، وگرنه اگر اولش نبود اینها هم نمیتوانستند اون رو اضافه کنند. هیچ حرفت را ببین کین عقل ما، تا ندش آموختن این اوستا. یک مثال میزنند، میگه این حرفه ها رو ببین، آیا کسی میتونه بدون استاد این حرفه ها رو بیاموزد؟ مثلا یکی زرگر است، طلا ساز است، یکی جواهر ساز است، آیا میتواند بدون استاد این رو بداند؟ کفش میدوزد، آیا میتواند بدون استاد؟ هر کاری که میکنه یک استاد لازم است، تحصیلاتی لازم است، یا در دانشگاه یا به صورت تجربی باید تحصیل کند و اینها رو حاصل کند. هیچ حرفت را ببین که این عقل ما، تا ندش آموختن بین استاد. یه نفر میخواد مثلا وکیل بشه، آیا میتونه بدون دانشگاه و بدون استاد این راه رو برود؟ مطمئنا نمیتونه. دانش پیشه از این عقل بودی، پیشه بی اوستا حاصل بودی. اگر شما بتوانی صنعتی رو یاد بگیری بدون استاد، وکیل بشوی بدون اینکه اصلا یک استاد ببینی، اگر توانستی این کار رو بکنی، آن وقت این عقل تو هم بدون استاد بوده و همه اینها هم استاد بودن. بنابراین آن چیزی که خداوند به ما آموخته است، او رو همه رو او آموخته است، عقل بشر هم به اینها اضافه کرده است. اندر این بحث ار خرد ره بین بودی، فخر رازی رازدار دین بودی. میگه اگه عقل واقعا میتوانست خیلی کار مهمی بکند، این بیت خیلی مهمی است. فخر رازی، امام فخر رازی که یکی از بزرگان علمای اهل سنت هست و تفسیر کبیری دارد و خیلی آدم بزرگی بوده است، و فخر رازی رازدار دین بودی. میگه اگر عقل کامل بود، عقل کامل میتونست انسان رو به سعادت برسان، فخر رازی که خیلی عاقل بود، او باید رازدار دین میشد، در حالی که از دین هیچ نمیداند. چرا؟ دنبال مثلا فلسفه بود، دنبال تفاصیل دیگران رفت. لیک چون من لم یزق لم یدره بود، عقل و تخیلات او حیرت بود. میگه من لم یزق لم یدره، هر کس که نچشد ندانم، تا نچشی ندانی. هر کس که ذوق نکند، نچشد، نخواهد دانست که این چیست. عقل و تخیلات او حیرت فزود، عقل و خیالات او به حیرت او اضافه می کند، عقل او بیشتر رو گمراه می کند. مانند گمراهی که غالب فلاسفه به آن گرفتار آمدند. می فتد این عقل ها از افتقاد، از فقدان و از نبودن این عقل ها می افتد. در مغاکی حلول و اتحاد، مغاک یعنی در گودال‌های حلول و اتحاد. فرصتی نیست من راجع به حلول و اتحاد صحبت بکنم، انشاءالله فرصتی می‌شود که در آینده راجع به این بحث مهم صحبت. حلول یعنی چیزی در چیز دیگر حال شود، حال و محل است، چیزی در چیز دیگر باشد. و قصه خیلی سخت و پیچیده ایست که اکنون فرصت نیست. عقل بفروش و هنر حیرت بخر، هم عقلت رو بفروش هم هنرت رو. عقل بفروش و هنر حیرت بخر، تازه حیرت بار یابی ای پسر. چون به بازی عقل در عشق صمد، اینا دیگه خیلی روشنه. چون به بازی عقل در عشق صمد، صمد آن بی نیاز، عشق امثالت دهد تا هفت سر.
من جا ابوالحسن نفله و عشر امثاله ها، هر کس که نیکی بیاورد و برای او ده برابر آن نیکی. در قرآن خیلی جالب است که گفته است هر کس کار نیکی بکند کمترینش عشر امثاله، یعنی میگوید اگر کسی کار نیکی کرد ده برابر به او داده میشه. هی سخن میگوید تا اینکه در یه آیه دیگری میگوید که صد برابر میکنند، خدا ده برابر میگه صد برابر. در آیه دیگری میفرماید که کسی که یک کار نیک کرد، یک کار خوب کرد، به مانند این است که یک گندم کاشت، یک سنبولی میآید که هفت سنبول است و هر کدام صد سنبول دیگر در درون خود دارند، یعنی هفت صد برابر. یعنی کمترین حد که برای کار نیک است ده برابر است و بیشترین حد 700 برابر است. این بر اساس آیه قرآن است که این رو میگوید. برای بدی چه؟ من جواب سیار فلهو مثل یک بار انسان یک بدی کند، یک بدی در برابرش خواهد دید در اینجا، اما یک خوبی کند حد اقلش ده، حد اکثرش 700 برابر خواهد شد. چون ببازی عقل در عشق سمد، عشق امثالت دهد تا هفتصد. آن زنان چون عقلها در باختند، بر براق عشق یوسف تاختند. آنها عقل رو باختند، بنابراین عاشق یوسف شدن زنان مصری. عقلشان یک دم ستت ساقی عمر، سیر گشتند از خرد باقی عمر. یه بار یک شراب از سقای عشق گرفتند و تا آخر عمرشان مدهوش و سرمست شدند. اصل صد یوسف جمال زوجلا. وقتی اونها عاشق یوسف شدن تا آخر عمرشان عاشق یوسف بودن، این یوسف در حقیقت خیلی کمتر از آن جمال است. آن جمال لبوبی صدها برابر این یوسف است. اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، ای کم از زن شو فدای آن جمال. در بیان آن که تحفه عقل در بارگاه عشق حضرت عشق چون هدیه بلقیس است به حضرت سلیمان کما اشار. هدیه بلقیس چل اشتر بوده است، بار آنها جمله خشت زر بوده است. این سه چهار تا رو بخونم که این مطلب به پایان برسد. چون به صحرای سلیمانی رسید، فرش آن را جمله زر پخته دید. بر سر زر تا چهل منزل براند، تا که زر را در نظر آبی نماند. بارها گفتند زر را وا بریم، سوی مخزن ما چه بیکار اندریم. عرصه ای کش خاک زر ده دهی است، زر به هدیه بردن آنجا ابلهی است. ای که برده عقل هدیه تا اله، عقل آنجا کمتر است از پر کاه. خلاصه قصه این است که زمانی که آن هدهد آورد و به حضرت سلیمان علیه السلام خبر داد که من در جایی دیدم که زنی داشت خلافت میکرد، حکومت میکرد و قصه طولانیست و همه میدانید، نهایتاً کسی رو فرستاد که او بیاید به سمت سلیمان. چهل بار شتر رو از طلا کرد و آمد که به قصر سلیمان نزدیک شد. وقتی اون ظاهراً یمن بوده است تا بیاید به سمت بیت المقدس کنونی، وقتی که هنوز چهل روز راه مانده بود تا برسن به قصر، رو دیدن که همه زمین سنگ فرشش پر از طلا است. از آنجا تازه طلا شروع می شد تا چهل روز راه که به مقصد سلیمان برسن. این البته قصه تورات از تورات اینچنین گفته است. بعد همه گفتن که این چهل زر رو ما، این چهل بار شتر رو ما میخواهیم چه کنیم؟ اینها رو رها کن و سعی کن که در این همه طلا میبینی که طلا ریخته در زیر پای انسان ها، تو چگونه و با چه رویی این زرها و طلاها رو میخواهی به او ببری؟ و میگوین که گفت نه ببریم. و آخرش که رفت با شرمی گفت که من چهل بار شطور طلا آورده بودم، ولی دیدم که همه جای شما سر راه و این خاک پای شما از طلا هست. و میگوید که خب تو الان چیه آوردی؟ آن چهل بار شطور عقل رو آوردی پیش آن عقل کو که آنجا
این عقل رو پیش او بودن ابلهی است، یعنی تو نمیدانی که چیست و چگونه است.